سلام، امیدوارم حالتون خوب باشه. مرسی از اینکه بیننده کانال خودتون کتاب من هستید. امروز در مورد نفوذ کلام صحبت میکنیم با هم دیگه، از کتاب چهار اثر از خانم اسکاورشین، اینکه نفوذ کلام چه تأثیری بر زندگی ما میتونه داشته باشه. مرسی از اینکه ما رو تماشا میکنید. لطف کنید ما رو سابسکرایب کنید، حتما اون زنگوله کنارش هم بذارید تا ویدیوهای بعدیم براتون بیاد و ببینید. امیدواریم که دوستشون داشته باشید. نفوذ کلام، از کتاب چهار اثر از فلورانس اسکاورشین. از سخنان خود عادل شمرده خواهی شد و از سخنهای تو بر تو حکم خواهد شد. کسی که از نفوذ کلام با خبر است به هنگام گفتگو دقت بسیاری به خرج می دهد. کافیست مراقب واکنش کلامش باشد تا بداند که بی ثمر باز نمی گردد. انسان با کلامی که بر زبان می آورد پیوسته قوانینی بر خود وضع می کند. مردی را می شناختم که یک ریز می گفت من هیچگاه سر وقت به اتوبوس نمی رسم. بی برو برگرد، همین که برسم اتوبوس هم می رود. دختر او می گفت من همیشه به اتوبوس می رسم، همین که برسم سر و کله اتوبوس هم پیدا می شود. این وضع سالها ادامه داشت. هر یک از آنها قانون خود را وضع کرده بودند. یکی قانون شکست و دیگری قانون موفقیت. این است قانون خرافات. نعل اسب یا پای خرگوش که قدرتی ندارند. این کلام و اعتقاد خود انسان است که در ذهن نیمه هوشیارش امید و انتظار می‌آفریند و برای شگون و خوش‌اقبالی می‌آورند. یا وضعیتی خجسته را به سوی خود جذب می‌کند. هرچند تجربه نشان می‌دهد انسانی که از نظر معنویت پیشرفته است و واقف به قانونی والاتر تحت تأثیر این قانون قرار نمی‌گیرد. انسان نمی‌تواند به گذشته بازگردد، اما می‌تواند تصاویر نقش بسته را کنار بگذارد. برای مثال دو تن از آقایان کلاس هم چند ماهی در کسب و کار موفقیتی چشمگیر داشتند، اما ناگهان همه چیزشان برباد رفت. سعی کردیم وضعیت را تجزیه و تحلیل کنیم. دریافتیم که آنها برای رسیدن به موفقیت و ثروت به جای اینکه بر خدا چشم بدوزند و بر تکرار عبارت سرشار از حقیقت تاکید ورزند، هر کدامشان یک میمون خوشیمن خریده بودند. گفتم آها، تازه فهمیدم. شما به جای توکل به خدا به میمونهای خوشیمن توکل کردید. میمونهای خوشیوم را کنار بگذارید و قانون بخشایش را فراخوانید. زیرا انسان میتواند خطاهای خود را ببخشاید یا خونسا کند. آنها تصمیم گرفتند میمونهای خوشیوم را در آتش بیاندازند و کاروبارشان نیز از نو رونق گرفت. البته منظور این نیست که باید هر تزیین مبارک یا نعل اسبی را که در خانه هست دور بیاندازیم، اما باید دانست که قدرتی که در پس آنها نهفته است یگانه قدرتی است که وجود دارد، قدرت خدا، و جز او قدرتی نیست و آن اشیا نیز جز این که به او احساس امید و انتظار ببخشد کار دیگری نمیتواند بکند. مثلا روزی با دوستی بودم که سخت نومید شده بود. از خیابان که می‌گذشتیم نعل اسبی یافت. لبریز از شادی و امید گفت که خدا این نعل اسب را برایش فرستاده است تا شهامتش را حفظ کند. در واقع در آن لحظه نعل اسب تنها چیزی بود که می‌توانست در هوشیاری او نقش ببندد. از این رو امیدش به ایمان بدل شد و سرانجام موفقیتی بزرگ آفرید. میخواهم این نکته را روشن کنم که آن آقایان تنها به میمونها دلخوش کرده بودند، حالان که این زن متوجه قدرتی بود که در پس نعل اسب نهفته بود. به یاد دارم در مورد خودم خیلی طول کشید تا توانستم از این اعتقاد دست بردارم که چیزی معین سبب بدبیاری میشود. همین که آن رویداد پیش میامد دلسردی نیز در پی آن از راه میرسید. دریافتم تنها چیزی که میتواند در ذهن نیمه هوشیار دگرگونی پدید آورد تأکید بر این نکته است که دو قدرت وجود ندارد. تنها یک قدرت است، قدرت خدا. پس دلسردی نیز وجود ندارد و این اکتشاف یعنی یک شادی غیر منتظره. بیدرنگ متوجه تغییری شدم و شادی های غیر منتظره نیز باریدن گرفتند و بر سر راهم سبز شدند.
دوستی دارم که میگفت هیچ چیز نمیتواند او را وادارد که از زیر نردبان بگذرد. گفتم اگر بترسی معنایش این است که تسلیم به اعتقاد به دو قدرت خیر و شر شدی، حالان که باید به یک قدرت معتقد باشی، چون خدا قدرت مطلق است و قدرتی که بتواند با او به ستیزد وجود ندارد، مگر اینکه انسان برای خود شر کاذب بیافریند. پس برای اینکه نشان بدهی تنها یک قدرت، یعنی قدرت خدا معتقدی و شر نه قدرتی دارد و نه واقعیتی، از زیر اولین نردبانی که میبینی بگذر. چندی نگذشت که برای برداشتن چیزی از صندوقچه اشیای قدیمی به بانک رفت، اما نردبانی سر راهش قرار داشت. ممکن نبود که بیگذر از زیر نردبان به صندوق برسد. ترسید و از میان در رفت و بازگشت. طاقت نداشت با شیری که سر راهش قرار گرفته بود رویارو شود. به خیابان که رسید کلمات هم در گوشش زنگ زد و برآن شد که بازگردد و از زیر نردبان بگذرد. لحظه خطیر زندگیش بود، چون نردبان سالیان سال او را در اسارت نگه داشته بود. به سوی نردبان گام برداشت، اما نردبان دیگر آنجا نبود. معمولاً چنین است، اگر انسان بر آن شود که به همون کاری دست بزند که از آن می‌هراسد، دیگر ناچار به انجام آن نخواهد. این قانون عدم مقاومت است که هنوز به اهمیت آن پی نبردیم. یکی گفته است که شهامت سرشار است از سحر و نبوغ. بیباکانه با وضعیتی روبرو شوید تا ببینید که اصلا وضعیتی در کار نبوده است، زیرا بیدرنگ همه ی وزن و سنگینی خود را از دست می دهد. توجه این امر آن است که ترس نردبان را در سر راه آن زن قرار داد و بیباکی آن را از سر راهش بر می داشت. از این رو نیروهای غیبی همواره برای آدمی سرگرم کارند و این خود اوست که سر نخ را به دست دارد، هرچند که به این مهم واقف نیست. به دلیل قدرت تموجی و نفوذ طیفی کلام، هر آنچه آدمی بر زبان آورد همان را به سوی خود جذب می کند. کسانی که پیوسته از بیماری سخن می گویند همواره بیماری را به سوی خود جذب خواهند کرد. حتی پس از آگاهی از حقیقت نیز آدم نمی تواند چنان که باید در گفتارش دقیق باشد. دوستی دارم که اغلب پای تلفن میگوید بیا به دیدنم تا مثل قدیم و ندیم گپ بزنیم. این عبارت مثل قدیم و ندیم گپ زدن یعنی یک ساعت گفتگو حاوی 500 تا 1000 واژه مخرب و موضوعهای اصلی عبارتند از اوضاع خراب مالی و شکست و بیماری و شکایت. من نیز پاسخ میدهم نه متشکرم، در زندگی به اندازه کافی مثل قدیم و ندیم گپ زدم. آنها خیلی گران تمام میشوند. حاضرم گپی تازه بزنم درباره آنچه دوست داریم، نه درباره آنچه که مطابق میل ما نیست. یک مسئله قدیمی میگوید تنها به سه منظور جرأت کنید کلامتون را به کار ببرید: برای طلب شفا، برکت و سعادت. هر آنچه آدمی درباره دیگران بگوید درباره او خواهند گفت و هر آنچه برای دیگران آرزو کند همانا برای خود او آرزو کرده است. لعن و نفرین به خود دشنام دهنده باز می کردند. اگر انسانی برای کسی بدبختی بخواهد، بی تردید بدبختی به سراغ خود او خواهد آمد. اگر بخواهد به کسی کمک کند تا به موفقیت برسد، همانا راه موفقیت خود را هموار کرده است. تن به یمن کلام و در پرتو بینش روشن میتواند دگرگون و بازآفرینی شود و بیماری را یک سر از صفحه هوشیاری بزداید. انسان آگاه از ماوراء الطبیعه میداند که بیماری در ذهن ریشه دارد و برای شفای تن نخست باید روح را شفا داد. روح همان ذهن نیمه هوشیار است که باید از تفکر نادرست رهانیده شود. در مزمور 23 می‌خوانیم او جان مرا برمیگرداند. این آیه یعنی ذهن نیمه هوشیار یا روح باید با آرمان‌های درست بازگردانده شود و وصل عارفانه یعنی وصل روح با جان جانان یا وصل ذهن نیمه هوشیار با هوشیاری برتر، زیرا این دو باید یگانه باشند. هرگاه ذهن نیمه هوشیار از آرمان‌های متعالی هوشیاری برتر سرشار شود، انسان به وحدت با خدا می‌رسد. من و پدر یکی هستیم.
این بدان معناست که آدمی در این مقام با عرصه آرمان‌های عالی یگانه است. این است انسانی که به سیما و شبیه خیال خدا آفریده شده و بر همه مخلوقات و ذهن و تن و امور خود اقتدار و تسلط یافته. اگر بگوییم بیماری و بدبختی زاییده تخلف از قانون محبت است، به خطا نرفتیم. به شما حکمی تازه می دهم که به یکدیگر محبت کنید و در بازی زندگی محبت و نیکخواهی بر هر تدبیری پیروز می شود. زنی را می شناسم که ظاهراً سالیان سال دچار مرض پوستی وحشتناکی بود. پزشکان از علاج او درمانده بودند و زن سخت نومید بود. بازیگر صحنه بود و می ترسید مبادا ناچار شود حرفش را رها کند. راه دیگری نیز برای حمایت از خود نداشت. باری در نمایشنامه بازی خوبی ارائه داد و در همان شب گشایش موفقیتی چشمگیر به دست آورد. ناقدان بهبه و چهچهشان را به سرش باریدند و او شاد و سرمست بود. اما روز بعد ورقه اخراجش را به دستش دادند. مردی از بازیگران به موفقیت او حسد ورزیده و زمینه اخراجش را فراهم کرده بود. احساس کرد نفرت و انزجار سراسر وجودش را فرا گرفته است. فریاد برآورد: خدایا نگذار از آن مرد کینه‌ای به دل بگیرم. آن شب در دل سکوت دست به دعا برداشت و ساعتها به راز و نیاز ادامه داد. زن گفت: چندی نگذشت که به سکوت و سکونی بی نهایت ژرف رسیدم. انگار با خودم، با آن مرد و با همه دنیا در آشتی و آرامش بودم. دو شب پیاپی به این کار ادامه دادم و روز سوم دریافتم که بیماریم کاملا شفا یافته است. او با طلب محبت یا خیرخواهی قانون را اجرا کرده بود، چون محبت اجرای این قانون است و مرض که زاییده نفرتی نیمه هوشیار بوده ناپدید شد. انتقاد مداوم روماتیسم ایجاد میکند، چون افکار ناشی از بدبینی و ناهماهنگی خون را مسموم میکند و این سموم در مفاصل رسوب میکند. حسد و نفرت و کدورت و وحشت رشد کاذب پدید میآورند. اصولا هر مرضی حاصل ذهنی ناآرام است. یک بار در کلاسم گفتم فایده ندارد از کسی بپرسیم مسئله چیست، باید از او بپرسیم چه کسی برایت مسئله ایجاد کرده. عدم بخشایش علت عمده امراض است. تسلب شراین یا انجماد کبد می آورد و بر بینایی اثر می گذارد. اگر بخواهیم نام این بیماری ها را بشماریم سر به جهنم می زند. روزی به دیدار خانومی رفتم که می گفت از خوردن صدفی مسموم بیمار شده است. گفتم نه، صدف بیازار بود، تو صدف را مسموم کردی. حالا تعریف کن ببینم چه شده. گفت نزدیک 19 نفر با 19 نفر به جر و بحث نشسته بود و چنان ناهماهنگ شده بود که صدف ناسالم را به خود جذب کرده بود. هر ناهماهنگی ظاهری نشانه ناهماهنگی باطنی یا ذهنی است. رخساره خبر می‌دهد از حال درون. تنها دشمنان انسان در درون خود او هستند و دشمنان شخص اهل خانه او خواهند بود. شخصیت یا فردیت یکی از آخرین دشمنانی است که باید بر آن چیره شویم، زیرا این سیاره به آیین عشق تشرف یافته است. پیام مسیح این بود: بر زمین سلامتی و در میان مردم رضامندی باد. از این رو دانای بینا می کوشد تا از طریق همسایه‌اش خود را به کمال برساند. تنها وظیفه او کار با خیشتن است. خیرخواهی و طلب برکت برای یکایک انسان‌ها، و شگفتا که اگر آدمی برای کسی برکت به طلب، توان آزار رسانیدن را از او خواهد گرفت. مثلا مردی که ماشین‌آلات می‌فروخت نزدم آمد تا شفاعت کند که در کسب و کار موفق شود. از قرار معلوم رقیبی بر صحنه آمده و مدعی شده بود که ماشین‌آلات او بهتر است و این ادعا دل مرد را لرزانده بود که مبادا شکست بخورد. گفتم پیش از هر کار باید ترس را بزداییم و مطمئن باشیم که خدا از منافع تو حمایت میکند و بخواهیم که سیمای الهی این وضعیت چهره بنماید، یعنی آن دستگاه که باید به دست آن شخص که باید و به آن مشتری که باید فروخته خواهد شد.
و افسودم حتی یک نفر منفی یا انتقادی نسبت به آن مرد در سر نداشته باش. تمام روز برای او برکت به طلب و مشتاق باش تا اگر خواست خدا نیست دستگاه خودت را نفروشی. پس بیباک و بدون مقاومت و با آرزوی برکت برای مرد دیگر به جلسه رو. گفت حاصل کار بسیار عجیب بود. دستگاه آن مرد از کار افتاد و خود بی هیچ دردسر دستگاهش را فروخت. اما من به شما میگویم که به دشمنان خود محبت کنید و برای لعل کنندگان خود برکت بطلبید. به آنانی که از شما نفرت کنند احسان کنید و به هر که به شما جفا رساند دعای خیر کنید. خیرخواهی انسان نیکخواه پیرامونش حالی عظیم از حمایت می‌آفریند. از این رو هر سلاحی که به سوی او نشانه رود کارگر نخواهد افتاد. به عبارت دیگر محبت و رضامندی دشمنان درون او را نابود می‌کنند. از این رو برون از خیشتن نیز دشمنی نخواهد. برای کسی که رضامندی مردم را می طلبد بر زمین سلامتی است. هرچه کردند کنند تو خوب باش. خب دوستان، این بود قسمت نفوذ کلام از بازی زندگی و راه این بازی از کتاب 4 اثر از فلورانس اسکاوشی. مرسی از اینکه ما رو تماشا کردید. لطفاً ما رو سابسکرایب کنید و اون زنگوله کنارش رو بزنید و اگر انتقادی یا پیشنهادی دارید حتماً توی کامنت ها برام بنویسید و لطفاً ما رو به دوستان کتابخونتون معرفی کنید. خیلی ممنونیم از اینکه بیننده کانال خودتون کتاب من هستید.